مکانیزمی که راجع بهش میخوایم صحبت بکنیم سیستم ترمز در اتومبیل های فرایده. این سیستم از 4 بخش تشکیل شده: مکانیزم ترمزهای عقب، مکانیزم ترمزهای جلو، سیلندر اصلی یا پمپ زیر پا و بوستر ترمز و تقسیم کننده فشار در مدار لوله های ترمز. سیستم ترمز جلوی اتومبیل پراید از نوع دیسکیه. برای درآوردن پین های جلو، اول فنری رو که به شکل M هست جدا میکنید. بعد فنرهای قفل کننده پین های نگهدارنده کفشک لنت رو از محل های خودشون خارج میکنید. در حین کار باید مراقب بود که در فنرها تغییر شکل به وجود نیاد. اون وقت پین‌های نگهدارنده لنت‌ها رو خارج می‌کنیم. بعد کفشک لنت سمت توپی رو در میاریم. اما چون کفشک لنت سمت دیگه دارای زائده هشدار دهنده تموم شدن لنته، باید سیلندر ترمز کمی بیرون بکشیم تا فضای کافی برای درآوردن کفشک لنت ایجاد بشه. برای جدا کردن سیلندر ترمز جلو، دو پیچ اتصال سیلندر ترمز به سگ دست و همچنین پیچ اتصال شیلنگ ترمز رو باز می‌کنیم. بعد سیلندر ترمز رو خارج می‌کنیم. برای تعمیر سیلندر ترمز جلو، اول بوش و گردگیرها رو خارج می‌کنیم. بعد فنر قفل کننده گردگیر سیلندر رو خارج می‌کنیم. موقع جدا کردن پیستون از سیلندر ترمز، برای جلوگیری از آسیب دیدن پیستون، تخته ای جلوی اون قرار میدیم و با فشار باد پیستون رو خارج میکنیم. بعد اورینگ داخل سیلندر ترمز از محل خودش در میاریم. در این قسمت نحوه بازدید و کنترل قطعات سیستم ترمز جلو رو براتون توضیح میدم. لنت جلو باید به طور یک نواخت ساییده شده باشه. ضخامت استاندارد لنت جلو 9 میلیمتره و چنانچه ضخامت لنت ها از 3 میلیمتر کمتر باشه، لنت ها باید تعویض بشه. در ضمن روی کفشک لنتی که به سمت داخل چرخه زائده‌ای وجود داره که اگه لنت به حد اقل ضخامتش برسه، با دیسک تماس پیدا میکنه و به راننده اخطار میده. ضخامت استاندارد دیسک جلو 13 میلیمتره. در صورتی که ضخامتش به 11 میلیمتر برسه، دیسک باید تعویض بشه. دقت کنین چنانچه روی دیسک خراشیدگی وجود داشته باشه، برای رفع اون نباید دیسک رو ماشین کاری کرد. همچنین دیسک ها رو از نظر تاب دیدگی کنترل میکنین. حد اکثر تاب دیدگی میتونه 0.1 میلیمتر باشه. در این تصویر قطعات سیلندر ترمز جلو رو مشاهده میکنین. پیستون ترمز رو از نظر خوردگی و ایجاد شیار در سطح اون کنترل میکنین.
در صورت مشاهده خوردگی یا شیار پیستون حتما باید تعویض بشه. همچنین سطح داخلی سیلندر ترمز رو از نظر خوردگی و وجود شیار کنترل میکنه. در صورت معیوب بودن سیلندر باید تعویض بشه. گردگیرهای سیلندر هم در صورت پارگی باید تعویض بشه. در ضمن قبل از جمع کردن باید این قطعات رو کاملا با الکل شستشو داد. حالا به جمع کردن قطعات سیستم ترمز جلو می‌پردازیم. اول اورینگ رو با روغن ترمز آغشته می‌کنیم و اونو در محل خودش نصب می‌کنیم. بعد گردگیر رو در محل خودش روی پیستون نصب می‌کنیم. اون وقت پیستون رو به گریس مخصوص که در کیت لوازم یدکی خریداری شده هست آغشته می‌کنیم و پیستون رو روی سیلندر ترمز جا می‌زنیم. حالا لبه‌های گردگیر رو برمی‌گردونیم و فنر قفل کننده رو روی اون نصب می‌کنیم. بعد پین‌های راهنما و گردگیرهای مربوطه رو برای سهولت حرکت در سیلندر به گریس آغشته می‌کنیم و در محل خودشون نصب می‌کنیم. وقت حرکت اونها رو از نظر روان بودن کنترل میکنیم. بعد از قرار دادن نگهدارنده های لنت در محل های مربوطه سیلندر ترمز رو روی سگ دست نصب می‌کنیم و پیچ‌های اتصال رو به اندازه 4 تا 5 کیلوگرم متر سفت می‌کنیم. بعد شیلنگ ترمز رو با استفاده از یه واشر برنجی نو نصب می‌کنیم. حالا با استفاده از ابزار اختصاصی به شماره 49-0221-630 سیلندر ترمز رو کاملا باز می‌کنیم. بعد ضربگیرهای لقمه ترمز رو نصب می‌کنیم. لقمه سمت داخل دو تا ضربگیر داره. اون وقت لقمه ترمز ها رو نصب میکنیم. این ترتیب و پین نگهدارنده بالای لنت رو جا میزنیم. بعد فنر امشک رو به این صورت نگه می‌داریم و پین پایینی رو از اون رد می‌کنیم و جا می‌زنیم. بعد فنر قفل کننده پین لنت رو نصب می‌کنیم. و در نهایت پایه‌های فنر امشک رو در محل‌های خودشون قرار می‌دیم. دقت کنید که
پایه‌های فنر درست نصب شده باشه. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.